مردم هند اهل اسراف نیستند و همه خوراکی هایشان را به طور طبیعی میل می کنند. بیشتر جمعیت هند گیاهخوارند و علت نیز ممنوعیت مصرف گوشت نزد هندو مذهبان این سرزمین پر جمعیت است، هرچند که آمارهای سالهای اخیر از سیر سعودی گوشتخواران هند حکایت دارد. مواد اصلی غذاهای ما از ایدلی، ودا تا دوسا و کیسری را انواع سبزیجات، حبوبات و برنج تشکیل میدن. به عنوان مثال کیچری غذایی است که با برنج، لپه و سبزی طبخ میشه. جالبان که بیشتر گیاهخواران هند را به لحاظ جنسیت زنان و از نظر رده سنی افراد بالای 55 سال تشکیل میدهند. ضمن آنکه بررسی ها نشان میدهد اکثر اهالی مناطق ساحل نشین گوشتخوار و بیشتر مردمان نواحی مرکزی این کشور یا خارم. به اعتقاد من که اهل دهلی هستم، غذاهای پنجاب از همه ایالت ها لذیذتره. پنجاب که هیتالی، چکین تندوری و در مجموع همه نوع غذای گوشتی و غیر گوشتی این منطقه خوبه. خلاصه که جمعیت سرریز سرزمین وسیع هند به تعداد 330 میلیون خدایی که دارد از تنوع و طب غذایی نیز برخوردار است، در حالی که فرقی از هندوها از استفاده از گوشت ماهی منع شدند. مردمان بنگال بدون تناول از گوشت این موجود آبزی نمی توانند زندگی کنند و اگرچه در اکثر غذاهای هندوها از پیاز و سیر به وفور استفاده می شود، پیروان جنس از خوردن این گیاهان به شدت اجتناب می ورزند. از آنجا که دهلی شهری مهاجرپذیر از دیگر ایالت‌های کشور محسوب میشه و همینطور فرق مختلف مذهبی در پایتخت زندگی میکنن، ما روزانه برای رضایت مشتریان غذاهای متنوعی میپذیریم. گذشته از اینکه در شمال هند تکیه بر غذاهای نانی است و در جنوب بر غذاهای طبخ شده از برنج، یا که مردم کلکته به غذاهای شیرین و اهالی دهلی به غذاهای تند و روغنی علاقه دارند، میپردازیم به اصرار هندی‌ها در خوردن غذا آن هم با دست. آنان معتقدند در صرف غذا نباید واسطه‌ای قرار داد تا که انرژی بین غذا و انسان در تعامل باشد. غذا خوردن با دست از سنت‌های کهن مردم هنده و این سنت قدیمی همچنان رایج و ما به آن پایبندیم. اما دو نکته، مسلمانان هند چه شیعه و چه سنی به شدت مقیدند که با دست راست لقمه بردارند. جالبتر آن که قریب اکثریت هندی ها نمیتوانند مانند ما از قاشق و چنگال استفاده کنند، یعنی معدود کسانی هم که با دست غذا نمیخورند اغلب یا قاشق یا چنگال به کار میبرند. به نظرم با دست آسان‌تر میشه غذا خورد. از سنی غذاهای هند بسیار گفته شده. بد نیست بدونید طبقات محروم و مستضعف این کشور غذاهای تندتری مصرف میکنند تا قشر مرفه. استفاده بیش از حد فلفل هم بین تهیدستان دو علت داره. اول اون که تندی غذا کاهش اشتها و دیرتر گرسنه شدن انسان رو در پی داره و دیگه این که موجب گرم شدن بدن خیابان نشین ها به ویژه در فصول سرد سال میشه.